دوباره به کارزار تبلیغاتی برگشته. این بار اما برای انتخابات نمایندگان کنگره. حضور پررنگ دونالد ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای مقدمه‌ای برای بازگشت احتمالیش به صحنه سیاسی آمریکاست. بازگشتی که برای طرفدارهاش آرزوست. باید حتما برای انتخابات بعدی برگرده، نه برای خودش، به خاطر آمریکا. اما برای مخالفاش کابوس. فکر میکنم دونالد ترامپ صبح که بیدار میشه فقط به یه چیز فکر میکنه، اینکه چقدر بهش توجه شده. اختلافی که حالا به داخل حزب جمهوری خواه هم کشیده شده. من هر کاری در توانم باشه انجام میدم که دونالد ترامپ حتی پاش به کاخ سفید نرسه. اما حضور ترامپ چطور بر انتخابات میان دوره‌ای تأثیر خواهد گذاشت؟ طرفدارهای دونالد ترامپ از گروه‌های مختلفن، اما یکی از جنجالی‌ترین گروه‌ها طرفدارهای جنبش مگا هستند. جنبشی که عنوانش از شعار اصلی کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ گرفته شده. Make America Great Again، یا همون عظمت آمریکا رو برمیگردونیم. اعضای این جنبش وقتی در گرد همایی همراه ترامپ نیستن، با برنامه‌های اطلاع رسانی مثل این فعالیت خودشون رو ادامه میدن. جنبش مگا از طرف مخالف ها به راستگرایی افراطی و حتی فاشیسم متهمه. اما از دید اعضای مگا این اتهامات فقط یک بازی رسانه‌ای و بنابراین رابطه این گروه معمولاً با خبرنگارها خوب نیست. اما در این جمع فضا دوستان است و برگزار کننده ها تیم ما رو به عنوان مهمان به شرکت کننده ها معرفی میکنن. جک فقط 5 سالشه، اما خوب میدونه اینجا کجاست و هدف این برنامه چیه. باید یاد بگیره تو دنیا چی میگذره و وقتی یه سیاستمدار دروغ بگه چه اتفاقی میفته. با وجود اینکه هدف تبلیغ برای کاندیداها در انتخابات کنگره است، به نظر میرسه دونالد ترامپ تم اصلی این برنامه باشه. Is that Donald Trump? Well, of course it is. Okay. Yeah, I mean, you know, that's what Donald Trump looks like when he's, you know, in with Melania by the pool, you know what I mean? That's exactly what he looks like. Yeah. Yeah, it seems to me he's wearing, is that one of those wrestlers? That's Rocky, because he's a champion. اندی موزیسیانه و یک عضو پروپاقرص جنبش مگا. ترامپ موضوعیت داره، چون در 4 سالی که ترامپ رئیس جمهور بود کشور در مسیر درست پیش میرفت، شرایط عالی بود. حالا این بایدن خوابالو اومده، همه چیز داره خراب میشه. پس حضور ترامپ هنوزم خیلی موضوعیت داره. تقریبا تمام آوازهایی که امروز اینجا اجرا میکنه درباره انتقاد به جو بایدن و حزب دموکراته. با وجود اینکه در این انتخابات دغدغه‌های افراد کاملاً متفاوته، تمام کسایی که اینجا هستند یک اعتقاد مشترک دارند. اینکه دونالد ترامپ پیروز اصلی انتخابات ریاست جمهوری قبلی بوده و حزب دموکرات با تقلب در انتخابات آزادی بیان در آمریکا را به خطر انداختند. ترامپ برای حمایت از نامزدهای کنگره که مورد تاییدش هستند دوباره وارد صحنه شده. شما به یک سری از آمریکایی‌های واقعی و جمهوری‌خواه روی برگه انتخابات رأی خواهید داد. ترامپ تا این لحظه حدود 240 نامزد انتخابات مقدماتی را حمایت کرده، یعنی بیشتر از 2 برابر تعداد نامزدهایی که سال 2020 ازشون پشتیبانی کرده بود. جو بایدن در این انتخابات از تعداد انگشت شماری کاندیدا حمایت کرده. در دور مقدماتی انتخابات 90% از نامزدهای مورد حمایت ترامپ پیروز شدند. هرچند خیلی ها معتقدند این نامزدها احتیاجی به حمایت ترامپ نداشتند.
people and what he's doing by and large. چیزی که خیلی ها در نظر نمیگیرن اینه که دونالد ترامپ سراغ نامزدهای گمنام نمیره که کارزارشون رو تقویت کنه. از نامزدهایی حمایت میکنه که به هر حال پیروز میشن و این پیروزی رو به اسم خودش میزنه. تصور کن من توی کشور بگردم و از یک سری دموکرات که میدونم پیروز خواهند شد حمایت کنم. تفاوتش اینه که وقتی دونالد ترامپ این کار رو میکنه، چون ترامپ، همه پیروزی رو به او نسبت میدن. ترامپ فقط برای اینکه حس برنده شدن بده این کار رو میکنه. فکر نکنم استراتژی پیچیده ای داشته باشه. اینکه حمایت دونالد ترامپ چقدر به پیروزی این نامزدها کمک کرده با عدد و رقم قابل اندازه‌گیری نیست، اما یکی از نامزدهایی که به وضوح با حمایت او پیروز انتخابات مقدماتی شد، محمد آز، نامزد مجلس سنا در ایالت پنسیلوانیا است، ایالتی چرخشی با رقابت فشرده. محمد آز یک پزشک و جراحه که تا به حال مجری یک شو تلویزیونی بود. My father taught me how to handle my first gun. I taught my son Oliver how to do the same. آز اهل ایالت پنسیلوانیا نیست و درباره قوانین سخت جنین نظر میانه رو داره. مسئله ای که از دید بسیاری از رای دهنده های جمهوری خواه قابل پذیرش نیست. اما پشتیبانی دونالد ترامپ دکتر آز رو در این ایالت سرنوشت ساز به مرحله نهایی انتخابات سنا رسونده. تعداد زیادی از جمهوری خواه در دور مقدماتی انتخابات از دکتر آز حمایت نمی کردن. به رابطه او و تشکیلات بزرگ شک داشتیم. ما بیشتر از نامزدهای مردمی حمایت می کردیم. اما حالا دکتر آز حمایت 100% ما رو داره. ترامپ ازش پشتیبانی می کنه، پس حمایت ما رو هم داره. با وجود این هستن طرفدارهای ترامپ که میگن این حمایت ها تأثیری روشون نداره و حتی با نظرش مخالفن. من با پشتیبانی دیگران کاری ندارم. من به اینکه خود نامزدها چی میگن یا چی کار میکنن دقت میکنم. تحقیقات خودم رو انجام میدم. به گذشتهشون توجه میکنم. اختلاف نظر بین این گروه با دونالد ترامپ محدوده، اما در حزب جمهوری خواه اختلافات و دودستگی جدیتری وجود داره. لیز چینی، یکی از نماینده های حزب جمهوری خواه در کنگره، کرسی خودش رو در انتخابات مقدماتی به کاندیدای مورد حمایت ترامپ باخت. دو سال پیش من در انتخابات مقدماتی با رأی 73% پیروز شدم. به راحتی میتونستم دوباره همون نتیجه رو بگیرم. اما این بار برای پیروزی باید با دروغ دونالد ترامپ در مورد انتخابات 2020 همراهی میکردم و من به اون راه نخواهم رفت. چینی در مخالفت با ترامپ در حزب جمهوری خواه تنها نیست. سیاستمداران مهمی مثل میچ مکانل، یعنی رهبر حزب اقلیت در مجلس سنا، یا مایک پنس، معاون خود ترامپ در دوره ریاست جمهوریش، از منتقدهای اصلی دونالد ترامپ هستند. اختلافاتی که بعد از جریان حمله 2 سال پیش به ساختمان کنگره بالا گرفته و حالا به یک دو دستگی داخل حزب جمهوری خواه تبدیل شده. روز 6 ژانویه من ساعت 4 صبح از این پارکینگ راه افتادم. 2 اتوبوس بودیم و مسافرها اغلب زنهای مسن بودند. اونجا هم بیشتر جمعیت همینها بودند. کاملا مسالمت‌آمیز. هوا سرده، ولی ما پر از انرژی هستیم و آماده ایم که آمریکا رو نجات بدیم. یک نفر بیرون از محدوده ساختمان کنگره سراغم اومد. من داخل کنگره نرفتم، ولی تلاش کردن من رو هم ببرن. یه عده ازم خواستن صدای موسیقی رو کم کنم که بتونیم صدای کسی که با بلندگو حرف میزد رو بشنویم. داشتن تلاش میکردن جمعیت رو تشویق کنند که برن داخل ساختمان کنگره. بهش گفتم دیوونه ای، همچین کاری نمی کنه. هجومی که اندی حاضر و همراهی در اون نشد، 5 نفر رو به کشتن داد. دونالد ترامپ متهمه که طرفدارهاش رو به این حمله تشویق کرده. یکی از چندین اتهام و پرونده قانونی که اخیراً دامنگیر ترامپ و خانواده‌اش شده. اتهاماتی که میتونه یک سیاستمدار رو کاملاً از بازی خارج کنه، اما نه دونالد ترامپ رو.
هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. این پیگردها فقط یک هدف داره، اون هم این که دونالد ترامپ رو برای همیشه ساکت کنند. کسانی که هم در حزب دموکرات و هم جمهوری خواه از دونالد ترامپ متنفرن این کار رو میکنند. اما ترامپ میلیون ها طرفدار داره و کاری نمیتونن بکنن. از طرف دیگه تحقیقات قانونی علیه دونالد ترامپ توسط پلیس فدرال میتونه در این انتخابات کنگره به ضرر دموکرات ها تموم شه، به خصوص با خط داستانی که ترامپ و طرفدارهاش پیش گرفتن. این که پلیس FBI در واشنگتن از قدرتش داره سوء استفاده میکنه معضل بزرگیه. دیگه سازمانی برای اجرای قانون نیست. FBI به یک بازو برای حزب دموکرات تبدیل شده. برای گلوبالیست ها، اونها دارن از توانایی امنیتی و نفوذشون سوء استفاده میکنن. مدرکی برای این اتهامات وجود نداره، اما بی‌اعتمادی اندی و خیلی از طرفدارهای دیگه ترامپ به دستگاه‌های امنیتی و دولتی حالا انگیزه جدیدی بین اعضای جنبش مگا به وجود آورده. برنامه اینه که همه اون افراد روز اول از قدرت بیرون انداخته بشن. FBI و مدیرش باید حذف بشن. طرحی که چندان عملی به نظر نمیاد. اما پیروزی جمهوری خواه‌ها در کنگره در شرایطی که رئیس جمهور از حزب دموکراته، یعنی اغلب طرح‌های رئیس جمهور تصویب نمیشه و کشور شاهد تحول چندانی نخواهد بود. شاید به قول طرفدارهاش این نقشه دونالد ترامپ که با کنگره جمهوری خواه جلوی طرح‌های دموکرات‌ها رو بگیره و کشور رو نجات بده. یا شاید هم به قول منتقدها دونالد ترامپ فقط از توجه و شلوغی لذت می‌بره. ترامپ در درجه اول به خاطر جلب توجه از نامزدها حمایت میکنه و در درجه دوم براش مهمه که به عنوان یک برنده دیده بشه، چون در انتخابات 2020 شکست خورد و نمیتونه اینو بپذیره. در هر صورت حضور دوباره ترامپ و گروه‌هایی مثل مگا باعث شده این انتخابات توجه ویژه‌ای به خودش بگیره. انتظار میره به خاطر امید به بازگشت دونالد ترامپ یا ترس از او، میزان مشارکت رکورد دوره‌های قبل رو بشکنه. حضور جنجالی رئیس جمهور سابق که عمق دو دستگی در سیاست آمریکا رو بیشتر از همیشه کرده.